پیامی تبریکی رئیس ولایت خطلان قربان حکیمزاده به مناسبت تجلیل جشن 90 سالگی روزنامه خطلان. محترم اهل ایجاد، سابقه داران و مشتریان دائمی نشریه اولی ولایت روزنامه خطلان. دوستان عزیز، 90 سالگرد روزنامه محبوب و معروف ولایت را که منبع اساسی دائمی پهن کننده سیاست دولت و حکومت، هدفهای بنیادکارانه و آینده سازی پیشوای ملت، منبر آزادی راز و نیاز مردم، انعکاسگر حیات روزمره جامعه نوین تاجیکستان صاحب استقلال است، برای یکایکتان مبارکباد میگویم. خطلان نشریه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خطلان از اولین واسطه اخبار چاپی این منطقه کلانترین کشور بوده، در صفحه های خود تاریخ رنگین حیات خطلان زمین، مهنت شایسته مردم آن را افشا نموده است. در ظرف 90 سالی موجودیت این نشریه که وابسته به طلبات دور و زمان نامهای ساختمان زرداری وحش، حقیقت کلاب، حقیقت کرگانتپه، راهی لیلینی، نوید وحش، حقیقت خطلان را به خود گرفته بود، جهت پیشرفت و ترقیات ساحه های گوناگون خواجگی خلق، بیان مقصد و مرام دولت و حکومت، جهت آبادانی و سازندگی، تحکیم دوستی و برادری خلق و ملت ها، بلند برداشتن معرفت سیاسی و فرهنگی مردم نقش سازگار دارد. در این مدت هرچند نام های روزنامه دیگر شد، ولی مقصد و مرام، هدف اساسی هیئت ایجادی آن، وصف کردن صلح و وحدت، دوستی و یگانگی، مهنت صداقتمندانه، صادق بودن به درس وفاداری و خویشتن‌شناسی مردم به تغییر مانده، با مکتب تجربه ایجادی خود همچون منبع کادرهای صاحب اختصاص شناخته گشته است. به عباره دیگر، این نشریه هم قدم زمان و چون نگارنده حیات واقعی مردم محل تا به امروز آمده رسیده است. در همه دور و زمان روزنامه سیاست پیشگرفته دولت و حکومت، کارنامه های فاتحان صحرا، مهنت صداقتمندانه مردم را انعکاس نموده، با مطالب سری وقتی خود در راه سازندگی و بنیادکاری های دور، مسئله های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و معرفتی، دستاورد و نوآوری ها و غیره مساعدت نموده است. تا سالهای عرض هستی داشتنش، این روزنامه با نفوذ را شخصان شناخته و صاحب کسب رسالت خوبی راهبری داشته سروری نموده، امروز آن را دست پرور همین نشریه جوان مکتب خاصی راهبری و تجربه به طلبات زمان معاصر توأم داشته ناصر جان مامورزاده که در اداره های گوناگون وسایط اخبار عامه فعالیت نموده، تجربه بای کاری اندوخته است، با دید نو و مهارت خوبی راهبری پیش میبرد. در دوام قریب یک عصر، بسیار ایجادکاران روزنامه که با فعالیت صداقتمندانه سحر قلم و اندیشه های بی‌غرازانه خود نکونام گردیده اند، متاسفانه امروز در بین ما نیستند. همچنین با سرفرازی میتوان نام آنهایی را به زبان آورد که بعد فعالیت با ثمر، پس سر نمودن مشقت راحت فضایی، پیشه پر افتخار روزنامه‌نگاری، دولت پیری میرانند و در همه محفل و جمع آمدها گل سری سبدند. خوشبختانه امروز هم ژورنالیستان سرمحصول سحر قلم خود را داشته که اکثرا جوانان دوران صاحب استقلالند، این رسالت حقیقت نگاری پیشینیان خود را دوام داده می آیند. پیشرفت کار امروزه روزنامه را می توان اساسا به نام جوانان با استعداد و بر عقیده خود استوار، امثال هنگامه اسمت، کامران بختیار، فراموز بابایوف، سهراب عزیزاده، فیردوس عمروف، نبی جان سید ابرار، سنت الله میرزا، دلیر عبادلازاده توأم دانست. در این راستا مهنت آنهایی را به خاطر آوردن جایز است که تا امروز حیات خود را با کار روزنامه توأم میدانند. ستار قرخانوف، نجات سفرزاده، غیب‌الله حلیموف، بایمراد سیدالیوف، اسمت‌الله حسنوف با سابقه زیاد و تجربه بای اندوخته‌شان مصلحتگر جوانانند. مطبوعات چشم و گوش خلق مهمترین رکن جامعه دموکراتی می باشد و جمعیت را از بسیار ناکامی‌های ضرورآور رها کرده می تواند. فرموده از پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان که جنبه واقعی دارد. خدمت صادقانه به خلق و وطن رساله کسبی و هدف اصلی هر یک روزنامه‌نگار است. آنها با نوشته خود در تطبیق سیاست فرهنگی دولت، قانونهای ملی،
تبلیغ طرز حیات سالم، رها از هر گونه عملهای نامطلوب، انعکاس محنت ثمره بخش محنت کشان، نوآوری عالمان، پرچمبرداران ورزش، عملهای نیک صاحبکاران و غیره مساعدت می نماید. باوری کامل می توان گفت که کارمندان اجادی روزنامه خطلان نیز از این بعد با رسالت حقیقت نگاری مسئولیت بلند سری وقت به عامه رسانیدن سیاست وطن پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، هدفهای استراتژی و ملی دولت و حکومت، رشد و مظفرت های وطن در دوران صاحب استقلالی، وحدت و همدلی ملت و خلقیت ها، بلند برداشتن معرفت، شورنوکی و حیات واقعی مردم شریف تاجیکستان عزیز ثابت قدم خواهد ماند. باری دیگر تمام کارمندان اجادی و تکنیکی، ثابت قدران و هواداران این روزنامه دوست داشتنی را با 90 سالگرد تاسیس یابیش صدقاً مبارکباد گفته، با یک یک شما بردباری و موفقیت، کامیابی های نو بنوی اجادی، تنصیحتی و خانوابادی، روزگار پرفیض و باسعادت و بخت و اقبال نیک را تمنا می نمایم. سالگرد فرخنده مبارک باشد دوستان مهربان.